برای صحبت بیشتر در این باره دکتر احمد نورزاد کارشناس مسائل سیاسی از ویرجینیا با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای نورزاد، در رابطه با سندی که در خصوص همکاری طالبان با سنتکام و همچنین خبر همکاری طالبان با جیش العدل افشا شده و از طرفی باقی ماندن حجم بالایی سلاح‌های آمریکایی در افغانستان، چه تحلیلی میتوان داشت؟ سلام به دوستان و به شما و همچنان به شبکه امام حسین و سلام به تمام بیننده های شما و بزرگایی که در روز عید به خوشی خدا کنه سپری کرده باشین همه شما. و پیش از اینکه ما در صحبت های خود قسمت بپردازیم، روابط اول بیایم روی موضوعاتی که شما صحبت کردین که چطور میتونه حضوری در همین رخدادهایی که گفتیم که موضوع بررسی همین سندی که پخش شده از طرف طالبان را، گرچه که این اسناد دولت طالبان یا حکومت طالبان رژیم باند طالبان این را رد کردن، گفته این اسناد ساختگی است، درست نیست، از طرف مولوی مجاهد رد شد، ولی با آن هم که رد شد این احتمال وجود داره که این سند درست است و سند به اول نشر شده، بعدا از اینکه نشر شد که پخش شد، مردم هم این را در صفحات مجازی نشر کردن، بعد از اون روی داده گرفتن، گفتن که این سند درست نیست، سند غلط است و این رخداد ایج اصلا اتفاق نفتاده. ولی رخداد احتمالی که در اینجا است که همکاری طالبا با جیش عدل و همچنان با سنکام در فضای مجازی نشر شده در تمام جای و همکاری افغانستان توسط دولت طالبای افغانستان توسط تسلیحات و نیروهای هوایی آمریکایی که در افغانستان باقی مانده، یک موضوعی بسیار جدی است که تاثیرات متفاوت و ذات خدا برای علیه شیعه های افغانستان در افغانستان خواهد گذاشت. که همکاری با جیش عدل ممکن باشه باعث افزایش فشارها و خطرها برای جامعه غیر پشتون در افغانستان شود و همچنان گذاشتن دو پایگاه نظامی قندهار و میدان عبدالی و همچنان میدان ترینکوت به دسترس طالبان، به اختیار طالبان، به اختیار آمریکایی‌ها به سنکام گذاشتن، این موضوع بسیار خطر جدی است برای منطقه و برای همچنان برای دو کشور همسایه افغانستان که ایران و پاکستان است. حضور تسلیحات و پهپادهای آمریکایی موضوعاتی است که همکاری بسیار مهم است و پس سیودین فطرت هم در قبلا در ارتش طالبان که ستاد ارتش است و ملا یعقوب پسر عمر نیز در این قسمت در مورد اشغال فضای افغانستان، اشغال هوای افغانستان توسط نیروی خارجی به وجه آمریکا مفصل صحبتی داشتند که بیانگر روابط تنگاتنگ نظامی و سیاسی و اقتصادی طالبان با دولت آمریکا در قطر و عربستان سعودی و کشورهای در خلیج هستند بوده که آمریکایی‌ها احتمالاً قدرت روابط و تسلط بیشتر خود از طرف طالبان می‌خواد که احمال بکنه و منطقه طالبان را در زیر کنترل خود داشته باشه. بله، آقای نورزاد، و این میتونه که منجر به افزایش منجر به افزایش فشار بر جامعه هزاره و شیعه و تاجیک های ازبک و دیگر نقاط افغانستان شود در افغانستان و همچنان نگرانی ها و تهدیدات شدید در موقع جنگ که غزه و اسرائیل داره و تنش های ایران با اسرائیل فعلا در سر کار است و آمریکا میتونه از جانب شرق جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای ایران باشه در این قسمت و امنیت منطقه را از شرق کشور نابسامان بسازه، در حالی که روابط ایران با طالبان خیلی در امور اقتصادی و سیاسی تنگاتنگ است، ولی با طالبان هرگز با اعتماد باید نکنه آدم و تا آنها اصلا قابل اعتماد نیست که به طالب باید اعتماد بکنه آدم. در اسبق هم اونا افراد خود فروختند، همونطور که الزواهری را برای امریکای ها فروخت، توسط سنکام از بین برد در کابل، در وزیر اکبرخان کابل و همین بر طالب باور کردن فکر میکنم اشتباهی بزرگ است. بله، این دورخطا چه تأثیری بر وضعیت شیعیان افغانستان و منطقه خواهد داشت و راهکار مقابله با آن چیز؟ خیلی کوتاه بفرمایید. تأثیر عمده از این در برای شیعیان افغانستان این خواهد بود که در افغانستان از مهاجرینی که طرف ایران میره اونا به خطر مواجه خواهد شد و اینا را نه به نام داعش شاید شکار بکنن
و از طریق هوا اونا را انفجار بتن و یا بزنن و نامشان بگذاره که داعشی است، اما اونا یا فاطمیون است یا افراد دیگه هستن، ولی اونا آمدن شاید به مهاجری باشن که از افغانستان به ایران بره و از ایران دپورت شده باشه طرف افغانستان، به برای مشکلات های عظیمی را اونا به وجود میاره و چالش های عظیمی را برای شیعه افغانستان در عبور و مرور از سرحدات پاکستان و ایران به سوی افغانستان و از سوی افغانستان به سوی ایران و پاکستان به چالش های عظیمی مهاجرین گرفتار خواهد کرد و در داخل هم مشکلات های را ایجاد میکنه، میتونه که شکار بکنه در منطقه، بگه که این قسمت داعش آمده یا خارجی ها آمدن در اینجا فعالیت های غیر ضد دولت امریکا را دارن، میتونه اونا را در اون قسمت هم شکار بکنه. یعنی تهمت ها و دروغ هایی را که قبلا بستن باز هم اینا ادامه خواهد دادن. بله، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل سیاسی از ویرجینیا.